با عرض سلام درود به عموم عزیزان، خواهران مکرم و برادران ارجمند ایمانی، انشاءالله سلامت و موفق و مهیب باشید در هر جای دنیا که هستید. مجلس فقری امشب رو با قرائت فاتحه‌ای آغاز میکنیم. برادر مکرم امیر علی خان لباف بفرمایید. از جهت توسل و اتصال به روح پرفتوح قطب العارفین و ملجا السالکین و ملاذ المؤمنین حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوب علی شاه قدس الله مرقد الشریف الفاتحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقه، ملحقه، و ما ادراک ملحقه، کذبت ثمود و عاد بالقابعه، فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه، و اما عاد فاهلكوا بریح صرصر عاتیه، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام الحسوما، فتر الهوم فیها سرعا که انهم اعجاز و نخل خاویه، فحل ترا لهم من باقیه، و جا فرعون و من قبله و المؤتفکات بالخاطعه، فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذتن راقیه، انا لما تغلما حملناکم فی الجاقیه، لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها ادنون واقیه، فا اذا نفخ فی السوق نفختون واحده، و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده، فیومئذن وقعت الواقعه، و انشقت السماء فهی یومئذن واحیه، و الملك على ارجاؤها، و یحمل عرش ربك فوقهم یومئذن ثمانیه، یومئذ تعرضون لا تخفا منكم خافیه، فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه، انی ظننت انی ملاق حسابیه، فهو فی عیشه راضیه فی جنه عالیه، عطوفها دانیه، کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، و لم ادر ما حسابیه، یا لیتها کانت الغاضیه، ما اغنا عنی مالیه، هلک عنی سلطانیه، خذوه فغلوه
ثم الجحیم صلو، ثم فی سلسله ذرعها سبعون درا فاسلكوا انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من الغسلین لا یأکله الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون. صدق الله العلی العظیم. سوره مبارکه الحاقه از سوره های مکی قرآن مجید و هیمنه و هیبت و تنتنه عظیمی داره که تفسیرش رو به عرض شما عزیزان و ترجمهش رو میرسونه. So today's class begins with the Surah Hadid. Say it, we recite it. This Surah is revealed to Prophet Muhammad in Mecca, and Sayyid will discuss the meaning of the Surah and give interpretation of the Surah later. Heute fangen wir mit der Surah Al-Haqi an. Hier werden wir im Laufe des heutigen Gesprächs die Interpretation dieser Sure durchgehen. Al-Haqq. Haqqa yahiqqu ism fa'ilish mishe haqq. Haqqa yani tahaqquq peyda kardan. به حقیقت پیوستن. حق چیزیه که واقع میشه، اتفاقیه که میفته، محقق میشه، امریه که محقق میشه و جلوشو نمیشه گرفت. الحق به معنی امریه که تحقق پیدا میکنه، یعنی اگر تمام صدها ساخته بشه برای اینکه جلوش گرفته بشه تا تحقق پیدا نکنه، این امر تحقق پیدا میکنه و نمیشه جلوگیری کرد از وقوعش. پس حق یحق یعنی به وقوع پیوستن، تحقق پیدا کردن، و الحق یعنی چیزی که به وقوع میپیونده و هیچ جوری نمیشه جلوش بگیره. بفهم. The surah al-haqi means something that is realized. It's something that becomes into realization, that nothing can stop this from becoming realized. So there is a command, a divine command that is it and it commands to become to realize, and nothing can stop it. So even if you build hundreds of dams in order to stop the event occurring, because God commands this to happen, it will happen. Nothing can stop the fruition of this command. So it is about the realization of a divine command that happens and nothing can stop it. Hake ist etwas, was in die Erscheinung tritt, also sozusagen eine Existenz auf einmal hat. Und hier bezeichnet das etwas, dass wenn Gott beispielsweise sagt, dass etwas entstehen soll, in die Erscheinung treten soll, es auch wirklich so passieren wird. So wie beispielsweise, wenn ein Damm erscheinen soll, so ein Damm auch wirklich erscheinen wird, komme was wolle, weil dieses Gott so entscheidet. Das Al-Haqq yani chizi ke be wuquq khahat peyvast, be wuquq mi peyvande, qat'iyat dare. محقق شدنش. اما این چه چیزیه؟ مل حقه. الحقه چی هست؟ یه واقعیه که به وقوع میپیونده. این چه چیزیه؟ مل حقه. و ما ادراک مل حقه. نمیدونی چه چیزیه این امری که به وقوع میپیونده. یعنی یه سرفصله. یه سرفصل بسیار مهمه. که همه چیز عوض میشه.
توش همه چیز عوض میشه. خیلی عجیبه. نمیدونی که چه چیزیه. بفهم. So al-haqa means it's something that comes to fruition with certainty. Right? There is 100% certainty that this thing will come to fruition. And the rest of the next part of the surah says, do you know what this is? And then he says, no, you don't know. It is a very mysterious thing. And you don't know what's going to happen. You don't know. But it will happen for certain. Es bedeutet also, dass etwas definitiv passieren wird. Und hier wird weiter im Koran gesagt, dass das ein Mysterium ist. Und es wird gesagt, wisst ihr, wieso das passiert? Nein, ihr wisst es nicht. Es wird aber so kommen, obwohl ihr es nicht wisst, obwohl ihr es nicht verstehen wird. Das heißt, die Sicherheit oder die Gewissheit, dass es passieren wird, ist da. In der Koran, was شروع میکنه به نمونه دادن. نمونه دادن از تاریخ تمدن بشری. تمدن سمود رو بیان میکنه که به چه اوجی رسیده بود. تمدن عاد رو بیان میکنه که صخره های کوه ها رو تبدیل کرده بودند به کاخ ها و قصر ها و خانه ها و چه و چه. ولی اینها کارشون به زیاد خواهی رسید، یعنی کارشون به استبداد کشید، کارشون به ستمگری کشید، کارشون به زورگویی کشید، یعنی نظام‌های حاکمه در این تمدن‌ها تکبر و استکبار و غرور بهشون غلبه کرد و شروع کردن حق مردم رو بالا کشیدن، حقوق مردم رو پایمال کردن. بعد این نظام‌های حاکمه در تمدن سمود، در تمدن عاد، در تمدن مصر باستان، فرعون، در معتکفات، در یکایک قرآن نام اینها رو میبره، اینها براشون الحاقه به وقوع پیوست، یعنی یک اتفاق عجیب که سبب نابودی اون نظام ها شد. با اینکه خیلی نیرومند بودند و فکر همه جا رو کرده بودند برای اینکه استقرار خودشون رو در مسند قدرت حفظ بکنند، ولی فروپاشیده شدند و از بین رفتند. به همین دلیل می‌فرماید کذبت ثمود و عاد بالقارعه، یعنی این دو تمدن رو مثال می‌زنه، تمدن ثمود و تمدن عاد رو، که اینها به اون درجه از استکبار رسیدند که دیگه باور نداشتند که یه پایانی بر ظلم و ستمشون خواهد خورد. این رو تکذیب میکردند، میگفتن ما هستیم و کسی نمیتونه بارو تکون بده. بفهم. Quran gives examples about Al-Haqa. So it gives the civilization of Ad and Samud, because both the civilization had reached a high level of activity and development, but they didn't think that the civilization that would come to an end, and they had in fact they reached a point where all the people in this power were very tyrannical, they're oppressive, and they thought that by controlling this everyone's society and violating their rights, they can live and then stay in that position of power forever. They thought that they created an eternal civilization. There was just this amount of pride in their own civilization and the ability to control everything and under their control. So they thought that they can never be overthrown. This was their mindset. And but in both of these civilizations, at the peak of their civilization, came to an end. They were all destroyed. And the Quran is giving an example of these as an event that happened and nothing could stop it. And in effect, but while these people thought that their civilization would last forever and they could keep oppressing the people forever.
Und in der Sure Al-Haqqa wird auch noch Beispiele dafür gegeben, für dieses Haqqa, worüber hier in dieser Sure gesprochen wird. Und zwar wird hier das Beispiel von zwei Völkern, Ad und Samud, gegeben. Zwei Völker, die gedacht haben, dass ihre Gesellschaften niemals zerbrechen werden, dass sie unendlich existieren werden, weil sie so gefestigt waren und dieses System auch so fest schien, dass sie davon ausgegangen sind und hochmütig geworden sind, dass ihre Zivilisation niemals enden werden. Was aber tatsächlich passiert ist, ist, dass beide ihrer Zivilisationen zugrunde gegangen sind durch all die Verfehlungen, die sie in ihrer Zivilisation aufgebaut haben, durch die ganzen Unterdrückungen, durch die fehlhaften Mechanismen, die sie dort eingebaut haben in ihren Zivilisationen. Und genau das, was sie nicht erwartet haben, ist dann eingetreten. Beide diese Zivilisationen sind dadurch verschwunden. یه مدرسه ای رو در نظر بگیریم، یه دبستان رو، یه مکتبی رو، یک دبیرستان رو در نظر بگیریم که این ساعت 8 مثلا کلاس های درس آغاز به قبول شاگرد بکنن که شاگرد ها برن سر کلاس بشینن، پشت میز روی صندلی های خودشون مستقر بشن و مدرسه کارش رو شروع بکنه تا مثلا ساعت 4 بعد از ظهر. حالا همه سر کلاس نشستن دارن مشقشون رو می نویسن، درسشون رو می خونن، گوش به درس های معلم میدن و غیره. ساعت 4 بعد از ظهر صدای زنگ نواخته میشه. این صدا که شنیده میشه میپیچه در محیط مدرسه. این پایان اون روز درسی رو اعلام میکنه. بلافاصله یک جنب و جوشی ایجاد میشه. همه شاگردا شروع میکنن کتاباشون رو بستن، دفترچه‌هاشون رو بستن، مداداشون و قلماشون جمع کردن، تو کیفشون میذارن، در کلاس ها رو باز میکنن، میان بیرون، یه جمعیت عظیمی شروع میکنه، میاد توی حیات مدرسه، بعد میاد بیرون تو خیابون حرکت میکنه. این چیزی که باعث میشه اینا همه با همدیگه یه ها حرکت کنن و خارج بشن از محیط مدرسه، در حالی که قبلش با انضباط با رعایت قانون پشت میزها نشسته بودند، سکوت اختیار کرده بودند، داشتن یادداشت برمی‌داشتن، مشق می‌نوشتن. اون صدای زنگ، این الحاقه که داره بیانش میکنه، این اون صدای زنگ، یعنی در آیاتی که قبلا به عرضتون رسوندم از این به ناقور تعبیر میکنه. در این سوره الحاقه از این به شیپور، به سور تعبیر میکنه. میفرماید فعدا نفخ فی سور نفختون واحده، یعنی وقتی که در این ناقور، یعنی در این شیپور بلند دمیده میشه، یک بار که درش دمیده میشه یک صدایی ایجاد میکنه که این صدا همه چیز رو به هم میریزه. تمام نیروهای خفته یک دفعه بیدار میشن و میریزن بیرون. پس مشاهده میکنیم که آیه 13 سوره شریفه الحاقه چگونه معنی الحاقه رو بیان میکنه. الحاقه، ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، امری که قطعا واقع میشه. نیروهای خفته ای که آزاد میشن،
تغییر و دگرگونی گزیر و گریز ناپذیری که به وقوع می پیونده. اما چگونه؟ فاذا نفخ فی الصور نفختون واحده. وقتی این دمیدن در شیپور عظیم یک دفعه اتفاق میفته، این زنگ پایان اون جلسه است که تموم میشه، همه این نیروها آزاد میشه و قطعا اینجوری میشه و این شیپور هم دمیده میشه و نیروها هم قطعا آزاد میشن و کسی نمیتونه جلو That's cool. So Said gives an example. It says that imagine you were in a school or high school, and the students at school come to the classes and they attend the classes from 8 o'clock in the morning, and they stay there until 4 p.m. So they are in that from 8 to 4. They're sitting in a very orderly fashion and are sitting there very quietly, observing and conducting their actions in a very orderly manner. At 4 o'clock, the alarm rings, which says that the end of the school day. As soon as the children hear the alarm, the school, they all rise, creates a commotion. Because everybody now rises, puts their books away, and starts moving to the courtyard, and from there, them out of the school and go back home. So what causes this commotion or breaks the order is the sound of the alarm, the bell. The sound of the bell creates the commotion and makes everybody who was there and who was sitting before in orderly manner to rise up and move all in one tandem, one go. It can create some commotion which breaks the previous order and ends the school day. So says this is an analogy of what the Quran is describing in Al-Haqiqah. Because in Al-Haqiqah, in the verse 13, it talks about, and in the other parts of Quran, it talks about that at the time when a certain trumpet or a long horn is blown, when this horn is blown, the trumpet is blown, the commotion that is unleashed, or the energies have been latent or hidden for a long time are suddenly unleashed. And then this is Al-Haqiqah. Nothing can stop this energy that has been hidden or latent to be unleashed. And when it's unleashed, nothing can stop this energy anymore. It will go and then do what it's supposed to do. And this event is at the Al-Haqiqah and starts with the blowing of a trumpet or a horn as symbolized in the Quran. Und Sayed gibt noch ein klareres Beispiel, um das zu verstehen. Wenn wir uns vorstellen, dass es eine Schulklasse gibt oder eine Schule gibt. Die Schüler fangen dort beispielsweise um 8 Uhr an, gehen alle zur Schule und von 8 bis 16 Uhr sind sie in dem Schulalltag eingebracht. Das heißt, es gibt eine ganz spezifische Ordnung dort, an die sich alle halten. Nun, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass um 16 Uhr irgendwann mal die Schulglocken läuten und der Schultag vorbei ist, dann schlagen alle Schüler ihre Bücher zusammen, packen ihre Sachen ein und gehen alle ihres Weges, gehen alle dorthin, wo sie hin müssen, wo sie hin wollen. Das heißt, diese vorherige Ordnung, die von 8 bis 16 Uhr standfest war, wird jetzt komplett aufgehoben und wird auch zeitgleich aufgehoben. Das heißt, es wird zeitgleich eine komplett neue Ordnung entstehen, und zwar die durch die Tatsache, dass alle in ihre eigene Richtung gehen. Und dieses Glockenläuten ist wie das Al-Haqiqah, wie auch in Vers 13 beschrieben wird. Dieses gemeinsame, zeitgleiche, auf einmalige Entladen einer quasi Energie, so dass die Leute alle zeitgleich aufstehen und alle zeitgleich ihres Weges gehen. Und so wird es auch im Koran beschrieben, dass dort zu einem gewissen Zeitpunkt in ein Horn geblasen wird. Und dieses Horn, dieses Al-Haqiqah, einläuten wird. Und dann wird das Al-Haqiqah nicht mehr aufzuhalten sein. Es gibt kein Stoppen mehr dort, sondern es wird diese Energie, die ganze Zeit geschlummert hat im Hintergrund, wird auf einmal freigelassen und dann gibt es kein Halten mehr. Toll. Dann haben
نمونه مدرسه که خدمتتون عرض کردم، در یک مدرسه کلاس‌های متعدد وجود داره. شاگردان سال اول هستن، شاگردان سال دوم، سال سوم، چهارم، پنجم، کلاس‌های متعدد. هر کسی سرگرم درس خودشه. اما وقتی زنگ پایان مدرسه نواخته میشه و شنیده میشه، همه کلاس‌ها تعطیل میشه و همه شاگردان از سالهای مختلف تحصیلی یک دفعه آزاد میشن از مدرسه، همه میریزن بیرون، همه با هم میریزن بیرون. حال این رو ما بیاریم در سطح اجتماع قرار بدیم. اجتماع متشکل از صنوف مختلفه، اقشار مختلفه، طبقات مختلفه. وقتی الحاقه ناقوسش زده میشه، نواخته میشه، شیپورش نواخته میشه، فاذا نفخه، نفخه یعنی دمیده میشه، فوت میکنن تو شیپور برای اینکه از اون سو صدا در بیاد. فاذا نفخه فی الصور، وقتی دمیده میشه در این شیپور، نفختون واحده، همون به محض اینکه دمیده میشه اون صدا از اون وقت اون ارتعاش بلند میشه، چه اتفاقی میفته؟ قرآن مجید میفرماید و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده، یعنی یه دفعه زمین زیر پای مردم شروع میکنه به لرزیدن، همه جا میلرزه، هم ارض هم جبال. وقتی این جمعیت یه دفعه میریزه تو خیابون، کوه‌ها شروع میکنه لرزیدن. این فریادها که بلند میشه، انعکاس صداها در کوه‌ها تنین میندازه و کوه‌ها شروع میکنن به لرزیدن. میفرماید فدکتا دکتن واقعه، یعنی این همون جاییه که میفرماید اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و افعالها. این لرزه، با این لرزه به واسطه چی ایجاد میشه؟ به واسطه این انرژی که آزاد شده در سطح جامعه. برای این که یکی نظام ستمگر رو که بر اون تمدن حاکم شده از جا بکنه. الحاق و دوم الحاق بفرد. Tashkor. So say it goes back to the example of the school. He says in this school, which we talked about, when everybody is sitting and studying, going and studying in classes, this school is made of different years. So you have the different academic years from the 1, 2, 3, 4, 5, whatever it is, and each of the students in that year are studying different topics, and therefore they're not the same. They're not studying the same thing. They all have different studies and different priorities, and they're all in different groups altogether. So they're not actually connected. They're not interconnected in the sense that they're studying the same things. They're studying different things at different levels of the things. But when the bell rings, doesn't matter which the students are, which level they are in, which class they're in, they all rise together, and they all rise together, and they all move out of the school together at the same time, simultaneously. So it creates the whole movement of people happens simultaneously, regardless of which class they came from. And says that this is an analogy in a society. Society is made of many different groups at different levels of society, and all they're doing different things in their own life. But when this horn, this trumpet is blown, the energy is released from society, every section of society, and everybody moves in a mass movement. And this mass movement, in effect, is like creates the ground, shakes the ground because of the energy that has been released. And even this affects the mountains when the energy it hits the mountains because the echo. So this is the energy that released when the horn is blown. Because the people now move in masses, and this masses of movement, the energy released,
shakes everything. It wants to destroy everything in its sight or change everything in its sight. So when you have a tyrannical regime that keeps oppressing the people for many, many years, all these hidden energies are there. But when the horn is blown, the energy is released. The people rise all in masses and all come out together at the same time. And this energy, when it's released, shakes everything and destroys everything on its pathways in order to change the status quo, which create a new paradigm. And nothing can stop this. Und um das nochmal etwas klarer zu machen, gibt es ja jetzt eine tiefere Analogie. Und zwar sagt er, dass in einer Schule natürlich unterschiedliche Klassen da sind. Beispielsweise erste, zweite, dritte Klasse oder siebte, achte, neunte Klasse und so weiter und so fort. Das heißt, es sind unterschiedliche Schüler von unterschiedlichen Klassen, die natürlich nicht genau dasselbe lernen, sondern sie lernen basierend auf ihrer unterschiedlichen Stufe, das, was sie in der Schule nun einmal lernen. Wenn nun aber zu Ende der Schulzeit diese Glocken geläutet werden, ist das völlig egal, aus welcher Stufe sie kommen, sondern sie werden dann beim Glockenläuten alle zeitgleich aufstehen, alle zeitgleich ihre Sachen packen und alle zeitgleich in eine Richtung hinaus strömen. Und genauso ist es hier auch, wenn dieses Horn geblasen wird. Das heißt, hier ist es so, dass alle Leute aus allen Gesellschaftsschichten aufstehen werden, diese Energie frei wird. Und diese Energie so frei wird, dass sogar so ist, dass der Boden beben wird. Und dass selbst wenn Berge dort sind, diese Berge diese Energie nicht aufhalten können, sondern diese Energie vollends entlassen wird und alles mit sich reißen wird, was ihm im Wege steht. Und genauso wird es sein, wenn die Menschen jahrzehntelang unterdrückt werden und dann irgendwann mal diese Energie frei wird von dieser Unterdrückung, diese Wut frei wird und alle sich zeitgleich erheben. Nichts kann diese Menschen dann aufhalten. Und diese Energie wird alles niederreißen, was sich in dem Weg stellt. می‌فرماید فعلا نفخ فی الصور نفخة واحدة و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدة فیومئذ وقعت الواقعة اذا وقعت الواقعة لیس لوقعتها کاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا فکانت هوا منبثا. این واقعی که اتفاق میفته یوم اذن وقعت الواقعة این اون الحاق است، یعنی اون چیزی که باید به وقوع بپیونده، اون واقعه‌ای که باید محقق بشه میشه، کسی نمیتونه جلوش بگیره، کسی نمیتونه جلوش بگیره. قرآن میفرماید لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها اذن واقعه، یعنی گوشهایی که گنجایش زیادی برای شنیدن دارن، ظرفیت زیادی برای شنیدن پیام دارن، این صدا رو میشنون، این پیام رو میگیرن. اما گوشهایی که بستن نمیگیرن، متوجه نمیشن. یه دفعه میبینن کوها داره میلرزه، یه هم میبینن خیابونها دارن زیر پای مردم میلرزه، همه چیز داره میلرزه. یعنی چجوری اتفاق افتاد؟ قرآن داره میگه اینجوری داره اتفاق میفته. میفرماید و یوم اذن وقعت الواقعه، اون واقعه واقع شده، به وقوع پیوسته، محقق شده. از قبل گفته شده بود که محقق میشه، قطعا به وقوع میپیوسته. اما چون گوش ها واعیه نبود،
این رو نشنیده گرفته بودن یا اصلا نشنیده بودن. اما این به وقوع میپیونده، قطعیت داره. اینا رو قرآن داره میگه. صدای زنگ شنیده شده، وجدانهای بیدار صدای زنگ رو شنیده و به جنبش در اومده و سایر وجدانهای مقفوله هم داره یکی یکی بیدار میشه و این حرکت رو به گسترش، رو به انبساط، رو به توسعه است. ای بیشتر و بیشتر و بیشتر. قرآن داره این فرمولا رو بیان میکنه. بفرمایید. Yes, Corvo. So Sayyid said that this al-haqa, the event that cannot be stopped, is in effect this the blowing of the trumpet or the horn that unleashes its energy. So those people who can hear and receptive, they can hear this trumpet and move. And some people who are receptive, their ears are blocked. And when they see the movement of the masses, they become surprised. They see the effect, but they don't hear it, and they're surprised by this because they can't hear it. So in effect, when this is even though these events have been foretold beforehand, the people who have blocked ears, they don't believe it. They don't think, oh, I think it's a mere story and it's not going to happen. But those people who can hear it, they can hear the message and rise. So in effect, when they hear this horn, the people who have a live conscience, they wake up and they come out and in masses and rise. And slowly by coming out, those people whose conscience is not as awake, but still. It's still possible to work on. They wake up too, as a result of the people in the street. So slowly, like in dominoes, one by one, the people's consciences are waking up and move into the streets and the masses. And in this movement, it creates the al-haqa, something that nothing can stop it. But those people who are always blocked are surprised by this rise of masses and they don't know what to do. But in effect, what was foretold is happening and nothing can stop it because this energy has been unleashed. In society. Und bei diesem Ereignis Al-Haqa, dieser Ton, der ausgeblasen wird, verhält es sich ja so, wie wir gesagt haben, dass nichts es aufhalten kann, nichts es stoppen kann und es immer weitergeht. Diese Energie ist einfach freigelassen und kann nicht mehr aufgehalten werden. Und es ist so, dass obwohl es schon vorher prophezeit wurde, dass dieses Ereignis kommen wird und dieses Ereignis auch nicht aufhaltbar ist, ist es so, dass es einige wenige Leute gibt, die dessen Ohren so sehr blockiert sind, so sehr verschlossen sind, dass sie es nicht hören werden. Und sie sind aber völlig überrascht, wenn sie sehen, dass die Leute einer nach dem anderen aufstehen und durch diese Energie, durch diesen Ton, durch dieses Geräusch wach werden und ihr Bewusstsein wach wird und diese Leute sich erheben werden. Und es wird so sein, dass nicht alle sofort aufstehen, sondern es ist wie ein Dominoeffekt. Die ersten stehen auf, dessen Bewusstsein voll da ist. Und die anderen Leute merken dann langsam im Laufe der Zeit, dass ihr Bewusstsein dafür langsam geweckt wird und sie werden auch aufstehen. Und dann wird es wie ein Dominoeffekt sein, dass irgendwann mal fast alle aufstehen werden, außer die wenigen, dessen Ohren so sehr verschlossen sind, dass sie es nicht sehen werden. Und obwohl es ihnen schon prophezeit wurde, dass dieser Moment kommen wird, werden sie es immer noch nicht glauben und werden immer noch irritiert sein. Aber das wird dieses Ereignis nicht aufhalten können. Denn dann ist es für diese Leute, die dessen Ohren verschlossen sind, schon viel zu spät, irgendetwas dagegen tun zu können. Wenn die Energie in Bewegung kommt und Schiddat پیدا بکنه, این مانند یک گردبادی میشه. مانند یک جریان بسیار بسیار نیرومند چرخنده میشه که معمولا این گردبادها وقتی به وقوع میپیوندن در عرض چند ثانیه یک شهر رو از جا میکنن
در قرآن مجید به این امر اشاره میکنه در مورد تمدن عاد. اون نظام حاکمه که بر عاد مسلط بود و اینها کوه‌ها و صخره‌های دست نایافتنی رو تبدیل به منزلگاه‌های خودشون کرده بودند، هرگز تصور نمی‌کردند که نیروی بتونه به اونها دست پیدا کنه. مردم در پایین این کوه‌ها در دشت‌ها کار می‌کردن، کشاورزی می‌کردن، اما سیستم حاکمه توی این کوه‌ها استقرار پیدا کرده بود و اصلا امکان دسترسی به اینا وجود نداشت به هیچ وجه. قرآن شرح میده که اینا چجوری سرنگون شد و به کلی از بین رفتن. قرآن میفرمه همین گرباد رو بیان میکنه، میگه و اما عاد. حالا راجع به عاد صحبت کنی، بیان بکنی، این نمونه رو ارائه بدیم که اینا چجوری به هلاکت رسیدن. فاهلکو به ریح سرسر آتیه، یک باد گردنده‌ای اومد، یک جریان گردنده عجیبی در گرفت بر فراز سر اینا که سخرها تسخیر کرد اونجا رو زیر سلطه خودش. سخرها علیهم سبع لیال، هفت شبان روز، سبع لیال و سمانیت ایامن حسوما، و هشت یعنی هفت شب و هشت روز این جریان گردنده هوایی بر بالای این تمدن عاد چرخید و تمام این صخره ها رو خالی از اون ستم گرفت، اونجا رو زیر و رو کرد. آثارش هست، هنوز هم هست، هنوز هم اون کاخها در اون صخره ها باقی مونده اما خالی از سکنه است، همش از بین رفت، آثارش باقی اما خالی از سکنه است، هیچی از اخت جا نمون. بفهمم. Keshe, so it gives the analogy in a sense that when this energy is released, it's like a release of an immense amount of energy that's moving, so, and it's like a tornado. When a tornado, in effect, is whirling around as immense amount of energy, and if in a few moments it destroys the whole town, as you see, can see, and it just moves and destroys everything on it, in its path, and in a few moments the whole town is destroyed. So this is the whirlwind of the tornado, which is a very destructive part of a tornado. And in the Surah of Al-Haqiqah, the Quran gives the example of the civilization of Ad. The Ad is a civilization, there's a tyrannical civilization, but the tyrants lived in the buildings that are carved into the mountains, in the mountainside. So they built lavish houses and the places of residence inside in mountains. And then the rest of the people were basically living on the ground, but they were people who were in control lived in the lavish places which were carved in the mountains. And the Quran says that these people, which were the people who were tyrants, were destroyed by a very powerful tornado, which this movement of the air is resided over top of this town for seven nights and 8 days. And the continuous movement of this immense amount of energy of air, in effect, destroyed every person in that town, and in fact, if you the remnants of the carvings into the caves and in the mountains are still there, but obviously there's no inhabitants. But all the inhabitants were tyrannical, were all destroyed as a result of this action, this immense amount of air and tornado that was running just over this town for seven nights and 8 days. Und diese Energie, die freigesetzt wird, von der wir die ganze Zeit hier sprechen, verhält sich so, dass sie wie ein Tornado, also in kreisenden Bewegungen, über alles hinwegfegt, so dass sogar ganze Stadtteile dadurch zerstört werden können oder
dem Boden gleich gemacht werden können. Und im Koran wird hier das Beispiel von der Stadt Ard gemacht oder gegeben. Und zwar war es hier so, dass die Machthaber dieses tyrannischen Systems ihre Wohnhäuser, also ihre Plätze, wo sie gelebt haben, in den Bergen, also in Steine gemeißelt haben, in die Berge, so dass sie sehr fest natürlich sind. Und hier war es aber so, dass für 7 Nächte und 8 Tage solche Tornados geweht haben und so lange und so intensiv geweht haben, dass kein einziger Mensch dort überleben konnte, sondern alles, das ganze System, alle Menschen, die dort waren, die ganzen Tyrannen, die dort drin gelebt haben, wurden durch diesen lange anhaltenden Sturm, durch diesen Tornado, alle hinweggeweht und alles wurde niedergemacht. Und genau so ist es mit dieser Energie auch. Sie wird so lange da sein und in einer Form wie ein Tornado über alles wehen, bis alles zerstört ist, bis das tyrannische System vollends radiert wurde. قرآن مثال میزنه، میگه که انهم اعجاز نخل خاویه فهل ترا لهم من باقیه. یعنی وقتی این رقم گردباد میاد، این درخت های نخل عظیم که از خاک سر به آسمان برافراشته تحت تسخیر این جریان گردنده قرار میگیره، سرهاشون کنده میشه، سر این درخت نخل کنده میشه، این پایه مثل یه دونه ستون میمونه، اما تمام اون شاخ و برگی که بالای درخت نخل، اون خوشه ها هرچی هست نیست، اینا کنده میشه تو این طوفان و میره. و وقتی میره که انهم اعجاز و نخل خاویه، یعنی شما این صحرا رو میبینید که همینجوری این چوب ها توشه و چیز دیگه ای نیست. این درخت های نخل که داشت پر از خوشه میشد، اینها همه رفت بر باد و با باد رفت. اون چیزی که ازش مونده یه مقداری چوب خشکی که همینطوری توی زمین فرو رفته، مثل ستونهای به جا مونده از تمدنهای باستانی. فهل ترا لهم من باقیه، آیا چیزی بیش از این ازشون باقی مونده؟ تو چیزی بیشتر از این میبینی ازشون؟ این خطاب به همه است. یعنی داره میگه که این کسانی که امروز ستمگری میکنند و فکر میکنند خیلی زورشون زیاده و مردم ناتوانند، اشتباه میکنند. پیش از اینها ستمگران بسیار زیادی بودند که خیلی از اینها نیرومندتر بودند و به درک هلاکت ساقط شدند. آیا چیزی ازشون باقی مونده؟ فهل ترانم من باقیه، چیزی ازشون باقی مونده؟ باید خاکا رو کند تا دید آثار اینها چی بوده. داره این هشدار میده قرآن، اینه اذا وقعت الواقع فیوم اذن وقعت الواقع الحاقتون من حاق. داره اینو میگه، یعنی این سیستم حاکمه، این نظام حاکمه نمیتونه دوام بیاره. وقتی این انرژی آزاد بشه و بریزه بیرون، وقتی صدای زنگ بلند بشه، وقتی اون ناقوس به صدا در بیاد، وقتی اون سور درش دمیده بشه، این انرژی آزاد بشه، این جبار هر چقدر جبار و ستمگر باشه به باد فنا میره و دوام نمیاره. بفهم. So it says that in the Quran it refers to this, that the palm trees, they would give dates. The palm trees, when they are exposed to this harsh winds and storms, what happens, the top of the
the trees is blown away, and what's left is a stump. So in effect, if you look at desert, that all you see the stumps is what's left of the trees. Every other part of the tree is blown away by the strong storms. And here is the Quran is using this as an analogy of what's left of the tyrants. It says that tyrants, when they never learn, because if they actually looked at the previous tyrants, they will understand that the previous tyrants are nothing left of them. And if you look at the, and the only thing is left of them, you need to basically dig the ground and see remnants of those civilization. Otherwise, there's nothing left of them. And the people who are always tyrannical always think mistakenly that they will last forever. They think that they're somehow different to other people and their system is always lost. But in reality, there was the more tyrannical regimes before them and more powerful than them, and they all fell. So this idea that all tyrannics think they will last forever is a misconception that they have in their mind. But in reality, none of them have survived, and none of them will survive. And energy is released. Nothing will stop this destruction of this tyrannical system. Nothing can stop it once this energy is released. Ein weiterer Vergleich sind hier die Palmenbäume, die beispielsweise in der Wüste stehen. Und wenn hier beispielsweise ein Sturm vorbeizieht, dann sieht man, dass bei den Palmenbäumen alles, die ganze Krone mit all den Früchten, mit den Datteln und so weiter, komplett weggerissen werden, so dass eigentlich nur der Stumpf, der Stamm übrig bleibt. Und hier gibt der Koran die Analogie und sagt, dass die Tyrannen denken, dass sie ewig blühen werden, so wie diese Palmen. Die Wahrheit ist aber, dass diese Tyrannen einfach nur graben müssten und sehen müssten, dass vor ihnen auch schon Zivilisationen da waren und diese auch zugrunde gegangen sind. Und genauso wird ihre Zivilisation, ihre auf Tyrannei aufgebaute Zivilisation auch vergehen, genauso wie die vorherigen vergangen sind. Und die vorherigen Regime waren teilweise sogar noch stärker als diese Regime, die sie jetzt gebaut haben. Und Tatsache ist, dass diese alten Regime, die stärker waren, auch vergangen sind. Das heißt, die jetzigen Tyrannen sollen sich nicht in Sicherheit wägen und denken, dass sie auf Ewigkeiten bestehen können, sondern ihr System, ihre Tyrannei, ihr Regime wird auch vergehen. Rihi yani bad. وقتی میفرماید و اما آت و اهلکو یعنی نابود شدند. کی نابودشون کرد؟ به ریح سرسر نهاتیه نابود شدند به سبب ریح سرسر، یعنی باد سرسر. این باد سرسر همونی که بهش میگن تورنادو، بهش میگن گردباد. بعد میفرماید سخرها علیه، سخرها یعنی مسخر کرد این باد گردنده رو، این جریان گردنده رو، این انرژی گردنده رو مسخر کرد بر سر اونها. کی مسخر کرد؟ همون دست غیبی بر سر اونها مسخر کرد. بعد میفرماید فتر القوم فیها سرعا که انهم اعجاز نخل خاویه. توضیح بدم. فهل ترا لهم من باقیه و جا فرعون و من قبله و المعتفکات بالخاطئه. اینا همشون خطاکار بودن. بالخاطئه یعنی خطاکاری. اینا همه خطاکاران بودن، هم فرعون هم قوم لوط، همه این تمدن ها ستمگرانی، نظام های حاکمه ستمگری داشتن که در تمدن های مختلف مردم اون تمدن ها رو سرکوب میکردن و آخرش رو آخر و عاقبتشون فاهلکو اینه که به درکه هلاکت ساقط شدند. کی اونا رو سوق داد به این درکه؟ قانونمنده داره بیان میکنه، یه صدایی بلند میشه
صاحبان وجدان بیدار اونو میشنوند یهو میرزن بیدار و یواش یواش وجدانهای دیگه هم بیدار میشه و یه روح مشترک جمعی حاکم میشه و این روح مشترک جمعی تمام مردم رو از همه اقشار و صنوف و طبقات در صفوف به هم پیوسته پیش میبره تا پایه های قدرت اون نظام ستمگر حاکمه رو فرو بریزه. در قرآن مجید اینو میگه، فرق نمیکنه فعصوا رسول ربه، اینها همه اسیان کردن در برابر ولی خدا، هر کدومشون. ولی خدا کی بود؟ همونی که اینها رو دعوت به عدل میکرد، دعوت به رعایت حقوق اجتماعی، حقوق شهروندان میکرد. و اونها فعصوا یعنی اسیان کردند نسبت به آموزش هایی که اون ولی الله بهشون میداد. نتیجه چی شد؟ فأخذهم اخذتن رابیه، اخذهم یعنی خداوند گرفتش، اینا رو گرفت برداشت، یه دفعه برداشت، یک دفعه از میون بردشون. قرآن مجید داره این قانونمندی تغییر ناپذیر رو بیان میکنه که سرنوشت همه نظام های ستمگر اینجوریه و این به وقوع میپیونده و جلوش نمیتونن بگیرن. هر چقدر سیستم های امنیتیشون پیچیده باشه و لایه لایه باشه، نمیتونه جلوی این گردباد رو بگیره که انرژی غیبی و انرژی طبیعی با هم دیگه پیوند میخوره و به وجود میاد. Says in the Quran, says that the energy that destroyed the people of Ad was called a storm. A storm which starts turning like a very powerful wind, like a tornado. And it stood over the town for days. And what caused this was an invisible hand of God, which kept this storm over this town for days, and as a result, destroyed all the inhabitants of the tyrannical. And the Quran talks about different tyrannies, like for example, the Pharaoh and other systematic tyrannies, Ad and Samud. And he says, none of these survived. None of these have survived. And all of these people and all of these civilizations, in effect, disobeyed the representative of God. In effect, they tried to kill or destroy the representative of God, and then they didn't listen to him. And the representative of God, who is that? This person who's telling the people, telling the tyrants that they should be just. They should not be unjust. They should not be violating people's rights. They should build a system based on justice and freedom. But when these representatives of God are now oppressed or they are even destroyed, then God reacts. And in the case of Ad, the tornado destroyed the city. The Pharaoh also was destroyed. So these are the cases. So in effect, when the representative of God is there and is inviting people to act justly and wisely and not oppress people, when they stand up to this representative or even try to destroy him, then God reacts. But how does God react? In effect, it's by blowing this horn we talked about, and those people who have a live conscience can hear this horn and come into the streets, and then slowly have a domino effect. Other people who have a little had their conscience were not as awake, but they were half asleep, also wake up. They all come together. When they all come together, there's a collective consciousness is caused between all these people who are rising and protesting in the streets. So the collective consciousness of the people and the masses, the physical energy that's created, but behind this is the invisible energy that unites them. And this together creates an unstoppable force that it will destroy the tyrants and has done before, and it will do again. Und hier ist es so, dass dieser Sturm im Beispiel von der Stadt Ad so war, dass er dieser Sturm dort gehalten wurde an ein und derselben Stelle, so dass diese ganze Stadt, die ganze Zivilisation dort ausgelöscht werden konnte durch diesen Sturm.
Und warum ist dieser Sturm dort geblieben? Weil Gottes Hand ihn dort gehalten hat, weil Gottes Wille ihn dort festgehalten hat, damit dieses System dort zerstört wird. Und genauso verhält es sich mit anderen tyrannischen Systemen, dass die auch zerstört werden durch Gottes Zutun. Nun muss man hier aber wissen, dass all diese Zivilisationen natürlich vorab einen Repräsentanten Gottes geschickt bekommen haben, der die Leute aufgerufen hat zur Gerechtigkeit, aufgerufen hat, dass sie wieder zum rechten Pfad zurückkommen sollen und aufgerufen hat, dass sie diese Tyrannei stoppen sollen und eine normale, eine gerechte Zivilisation aufbauen sollen. Und als hier aber diese tyrannischen Systeme sich dagegen aufgelehnt haben oder sogar teilweise versucht haben, den Repräsentanten Gottes zu ermorden, dann ist es so gekommen, dass dieser Sturm erzeugt wurde und Gott diese Sturm dort gelassen hat oder dort gehalten hat, damit diese Systeme komplett ausradiert werden. Nun ist es so, dass dieser Sturm dadurch eingeleitet wird, dass in dieses Horn geblasen wird und dieses Horn das Bewusstsein der Leute erweckt. Und hier ist es so, dass dieses Bewusstsein der Leute nicht auf einmal erweckt wird, sondern wie ein Dominoeffekt, einer nach dem anderen hier erweckt wird. Und zusätzlich zu dieser Energie, zu dieser Kraft kommt dann noch die Unterstützung von Gott, die das Ganze aufhält. Das heißt, die ein kollektives Bewusstsein bei den Menschen erzeugt, so dass alle gegen dieses System sich erheben, so dass mehrere Energien sich kombinieren und hier ein kollektives Bewusstsein entsteht, so dass diese Systeme dadurch vollends zerstört werden können. فرمود و جاء فرعون و من قبل والمؤتفقات بالخاطر جاء بالخاطر یعنی فرعون و همه ستمگران و جبارانی که قبل از فرعون بودند و المعتفقات بالخاطر خط مشیشون رو قطارشون رو رو ریل خطاکاری قرار دادند جاء بالخاطر همون خوردن حق مردم به باطل به این ترتیب همه جبارانی که قبل از فرعون بودن و خود نظام فراعنه و بعد از فرعون ولی به چه سرنوشتی دچار گرفتار این گردباد شد. خب این بسیار بسیار این مجموعه سوره ها اهمیت بسیار زیادی داره. من در انشالله جلسات بعدی اگر که خدا توفیق بده در خدمتتون باشم بیشتر بیان میکنم. خب فرزاد بفرم. چشم بازم. دم بدم دم دم بدم دم dam bedam dam dam bedam dam bedam dam dam bedam dam dam bedam dam dam bedam dam bedam dam dam bedam dam bedam dam dam bedam dam bedam dam az valaye murtaza bayad zadan دست دل در دامن آل ابا باید زدن لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم بی ولای آن ولی لاف از ولایت چون زنن دمزه و صاف ولایت با ولا باید زدن مولوایی از ولای آن ولی بر کرده ایم تبلو در زیر گلیم و خرچه را باید زدن جان علی جان جان علی
جان علی جان جان علی لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن نفس خیر المرسلین است تان ولی کردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا لا فتا لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا لا فتا لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار برادر مکرم سعید خان گودرزی فاتحه الاولیا و قرائت چشم. از جهت ترویح ارواح مطهره انبیا و اولیا علل خصوص خاتم انبیا و ائمه هدا و فاطمه زهرا و جمیع مشایخ ائمه اثنا عشر و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان عجل الله فرجه الشریف و از جهت ازدیاد قوت ظاهر و باطن جمیع راهنمایان دین و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک و ازدیاد قوت ظاهر و باطن و گشایش سوری و معنوی فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. مجلس فقری ما اینجا به پایان میرسه. حال ورزش خودمون رو آغاز میکنیم. فرزاد خان شروع بفرد. چشم برمز. آدم آمد دم دم آمد آدم آمد دم دم آمد هوا او را هم دم آمد هوا او را هم دم آمد آدم آمد دم دم آمد هوا را همدم آمد هاهو 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 هاهو
خواهران و برادران مکرم ایمانی تا مجلس دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم و از درگاه ایزد متعال و قادر منان برای شما سلامتی و آرامش خاطر و سلامتی از هر نظر انشاءالله. مسئلت دارم، موفقیت از شما التماس دعا دارم، دعاگوی شما هستم. خدا نگهدار شما باشه.